سرخط مهمترین خبرها. بازگشت صدها فعال سیاسی و اجتماعی طی 6 ماه گذشته به کشور. منتقدان میگویند بدون آغاز یک گفتمان ملی برگشت سیاسیون به کشور هیچ فایده ندارد. میگن ما دور برای 200 نفر را دعوت کردیم برای برگشتن به افغانستان. یک چیزی هست که فقط یک مصرف گزارشی داره اما واقعیت نیست. نگرانی نهادهای بین المللی از فقر فزاینده در افغانستان. برنامه جهانی غذا با هشدار گفت از هر 10 نفر در افغانستان 9 نفر قادر به تهیه غذای کافی نیستند. و اختلاف و دو دستگی میان جمهوری خواهان امریکا بر سر ادامه کمک به اوکراین. همزمان ولادیمیر زلنسکی از جهان خواست بر روسیه حمله کنند. جهان باید به روس‌ها بگوید اگر به جاده بانکوآ که دفتر رئیس جمهوری در آن واقع است حمله کنند، به جایی که هستند حمله خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، به بسته خبری این ساعت با من سید رضا مبارز خوش آمدید. مشروع خبرها. پس از نشر گزارش ها از چاپ بانکنوت های جدید و عرضه آن به بازار، آگاهان اقتصادی میگویند عرضه بی رویه این پول میتواند خطرات جدی اقتصادی به دنبال داشته باشد. یکی از خطرات افزایش تورم پولی و کاهش ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی است. بانک مرکزی اما میگوید بانکنوت های جدید بر اساس سیاست متوازن و رشد اقتصادی کشور وارد بازار خواهد شد. محمد اسلام بهنوش گزارش میدهد. نه ما خاله میشه تو بگه نوشه سعیست خاله جان برو. جنجال بر سر بانکنوت های فرسوده، بگومگو هایی که به گفته شهروندان در برخی موارد حتی به درگیری فیزیکی هم انجام میده. فعیسای کونه قضیات است که یا ربه. از نانوا تا راننده و فروشنده درگیری معضل بانکنوت های فرسوده است. هرچند این معضل ریشه در گذشته دارد اما در ماهای پسین بیشتر دامنگیر شهروندان شده و هر از گاهی به تلخکامی هم می انجامد. بر ما مشتری ها پیسای کونه میاره، ما او را میگیریم، با مجبور هستیم که بگیریم، بازی را میبریم که مثلا دلار بگیریم، با دلار تبدیلش کنیم که مواد بخریم، با صرافا پشمان هم میگیره، بسیار جنجال زیاد. حتی قدر شده که سواری جار جنجال ما مشتیخان شدیم به خاطر چی کونه میگیره داشت میگم بیادر ما خواستیم ما گرفتیم شما پس از ما بگیریم. قرار است بانکنوت های جدید جایگزین بانکنوت های فرسوده شود. حدود 100 میلیارد افغانی که مشخص نیست در کجا چاپ شده. با این حال یکی از نگرانی ها عرضه بی رویه بانکنوت های جدید به بازار است که می تواند پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد. از جمله تورم پولی و پایین آمدن ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی. چالشی که منجر به عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در کشور خواهد شد. یک خطر بسیار کلان داره. خطر یه است که با 100 میلیارد افغانی اونم ندانستن دی که چی مقدار پول در افغانستان چی در بازار ضرورت است و احتیاج داره و در نظر گرفتن یه که کی اون نشر میکنه و صندوق وجهی بین المللی اجازه داد نداد. در صورتی که این نشه و اون بانکنوت های سابق هم استفاده شوه و بدون از اینکه بانکنوت های مدرس یا موالی شوه ارزش جدید خلق شوه و افغانی جدید در مارکت ارزش شوه، متاسفانه میتونه که تورم پولی رو به میان بیاره. پاسخ بانک مرکزی به این نگرانی ها این است: بانکنوت های فرسوده جمع آوری و به جای آن بانکنوت های جدید بر اساس سیاست های متوازن با رشد اقتصادی کشور وارد بازار خواهد شد. نشر این بانکنوت ها بر اساس سیاست های معقول پولی کشور و متوازن با رشد اقتصادی و ضرورت به پول در بازار صورت می گیرد و بانکنوت های مندرس به شکل سیستماتیک و طبق طرز العمل موجود در این زمینه جمع آوری و از دوران خارج خواهد شد. بدم دلار رو میدان میکنه، او پیسه کونه رو نمیگیره. میگه تو پیسه پاک نباشه، اگه پیسه کونه مری میتی مار پیسه میره درجه میدان میکنه. مجبور هستین که پیسه پاک بچینیم بر مرده کبتیم کونایز میمونه پیشمون. کونایز رو تفاوض سودا میکنیم 1600 روپیه. باز نقص میکنن دیگه. خب مجبور تو اید راه نداره دیگه، چطور کنیم؟ خواهش ما همی است، با تقاضای ما همی است که پول نو باید از اوترین فرصت، خصوصا پول دهی و 20 و 50 پولی است که در چرخش از زیادتر کونه فرسوده بشه، همون رو باید برای ما نو چاپ کنن. با این همه بانک مرکزی گفته به زودی مراحل انتقال بانکنوت های جدید به کشور آغاز خواهد شد.
کمیته تماس با شخصیت‌های افغان از برگشت 370 فرد مطرح و چهره سیاسی به کشور خبر می‌دهد. سخنگوی این کمیته می‌گوید شخصیت‌های سیاسی، وکلای پارلمان و خبرنگاران شامل این افرادند. منتقدان حکومت سرپرست نیز اعلام کردند که این اقدام حکومت نمایشی و برگشت سیاسیون به کشور هیچ مؤثریت برای حکومتداری خوب ندارد. آنان از حکومت سرپرست می‌خواهند به جای کمیته تماس زمینه را برای یک گفتمان ملی معنادار برای تحقق صلح و ثبات دائمی فراهم کند. حکومت سرپرست ماها پیش کمیته تماس با شخصیت‌های افغان را به هدف برگشت نخبگان جامعه ایجاد کرد. حالا احمد الله وثیق سخنگوی این کمیته گفته از زمان ایجاد این کمیسیون 370 نفر به کشور برگشتند، افرادی که اغلب چهره های سیاسی، علمی و خبرنگاران را در بر می گیرد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت سرپرست نیز چند قبل گفته بود افغان های بیرون از کشور می توانند از طریق کمیته تماس به کشور برگردند. بعضی از افراد و اشخاصی که در بیرون از کشور هستند و ملاحظات دارند و یا هم با خود آسیب و تهدیدی را فکر می کنند، امارت اسلامی در مورد آنها نیز یک کمیسیونی با نام کمیسیون تماس ایجاد کرده، تشکیل کرده که از راهی همه کمیسیون به کشور خود پس کرده آماده می توانند و در کشور خود آرام زندگی کرده می توانند. از دید بسیاری ها ایجاد این کمیته و برگشت افراد بیشتر جنبه نمایشی داشته و به هدف سفیدنمایی حکومت بوده و هیچ تغییر مثبت به دنبال نداشته است. میگن ما دور برای 200 نفر را دعوت کردیم برای برگشتن به افغانستان. یک چیزی هست که فقط یک مصرف گزارشی داره اما واقعیت نیست. از جهت دیگه یک جریانی که در داخل نسبت با برخی از رهبران طالبان داشتن از درخیش قومی و یا تباری و اینا برگشتن، اما کسی دیگری از اقوام دیگری، از نهله های دیگری، از افکار و اقشار دیگری برنگشتن به افغانستان. برخی دیگر میگویند برگشت چهره های سیاسی زمان مؤثر است که حکومت سرپرست زمینه یک گفتمان ملی معنادار را برای آینده افغانستان فراهم سازد. ما فکر میکنم که طالب ها باید گفتمان معنادار و ملی را در دستور کار قرار بدهند. زمینه مشارکت عادلانه اقشار و اقوام مختلف افغانستان در حکومت آینده فراهم شود تا در پرتو چنین اقدامات ما شاهد جلب اعتماد ملی و بین المللی باشیم. با این حال گزارش های نیز نشر شده که شماری از افراد که به کشور برگشته بودند دوباره افغانستان را ترک کردند. محمد عیسی آخوند به حیث والی جدید کابل رسما کارش را آغاز کرد. او در مراسم معرفیش گفت که با همکاری و هماهنگی نهادهای زیربط آماده خدمت برای باشندگان کابل است. در همین حال شهروندان کشور از مسئولان حکومت سرپرست می‌خواهند که با رفتار نیک و ملایم در حل مشکلات مردم تلاش کنند. ذبیح الله شریفی گزارش می‌دهد. مراسم معرفی محمد عیسی آخوند به حیث والی جدید کابل با حضور برخی مقامات حکومت سرپرست. والی جدید کابل در این مراسم گفت که با همکاری و هماهنگی مسئولان و نهادهای ضربت آماده خدمت به باشندگان کابل است. مرز د خپل ملت د کومک د نصرت یو وخت هم نه مستغنی، په هر حال کې، په هر آن کې، په هر وخت کې د هغو کومک ته ضرورت لرو، د هغو همکاری ته ضرورت لرو. سایر سخنرانان در این مراسم تاکید کردند که کرسی و مقام یک مسئولیت و امانت برای حل مشکلات و خدمت به شهروندان کشور است. زه دا اطمینان درکوم چې ستاسي د دغه مهم ولایت کابل دپاره به ښه کردار ادا کړي او د دې ولسونو او د دې مجاهدینو به ښه خدمت وکړي. تګوراتګ ولري او یو لبل سره همکاري او همنوایی ولري، دا په دې معنی باندې چې دا منصب دا غنیمت نه ده، دا یو فرصت نه ده، دا یو امانت ده، دا یو چانس نه ده. شهروندان کشور از مسئولان حکومت سرپرست می‌خواهند که برای حل مشکلات شهروندان کشور تلاش کنند، از جمله تأمین امنیت و فراهم کردن زمینه کار. زمینه کار برای مردم مساعد بسازه و
تامین امنیت بسازه به کشور. سپردن کار به اهل کار بسیار ضروری است، چون اکثر جوان ها میال بیکار است اما خیلی فعال است. پیش از این ندا محمد ندیم والی کابل بود که روز شنبه به حیث سرپرست وزارت تحصیلات عالی رسمان کارش را آغاز کرد. باشندگان شهر مزار شریف از بهای بلند مواد نفتی در این شهر شکایت دارند. آنان با انتقاد میگویند قیمت بلند مواد نفتی به ویژه تیل در ولایت بلخ نسبت به دیگر ولایات بیشتر است و باید در این مورد رسیدگی شود. تاجران مواد نفتی اما میگویند دلیل بهای بلند تیل در ولایت بلخ کیفیت خوب آن است و از همین رو به قیمت بالا به فروش میرسد. بهای بلند مواد نفتی و شکایت باشندگان بلخ در روزگاری که کار نیست و شاخص فقر نیز در حد بالای آن قرار دارد. بیادر تیل خو بسیار بلند است. مثال گپ یک روز است تیل در 86، دیگر روز میشه 92 روپه. در یک روز مثال گپ در 6 روپه تا بالا میشه. حبیب که نانآور خانواده چند نفری است میگوید از بام تا شام تکسیرانی می کند و در نهایت تمام درآمد روزانه‌اش را به دلیل بلند بودن بهای تیل مجبور است به فروشندگان تیل تحویل دهد. فعلا در مزار شریف یک لیتر تیل به قیمت 86 افغانی به فروش می رسد، یک لیتر گاز به 34 افغانی به فروش می رسد. نظر به دیگر ولایت‌های افغانستان مزار شریف تیل و گاز بسیار قیمت می باشند، به صورت که بندر ایرتال ما از این گاز تیل ما وارد می کنیم و از ایشون هم بیادر بندر آقینه داریم ما شما. همکنون یک لیتر پترول در ولایت بلخ 84 و یک لیتر دیزل هم 94 افغانی به فروش می رسد. نرخی که نشان می دهد بهای این دو قلم نسبت به دیگر ولایات بالا است. بخاطر از این قیمت تیل ما که با کیفیت است، مشتریات تقاضای شنمی است که تیل با کیفیت باشد. بخاطر از اینجا تیل قیمت است. در دیگر ولایت ها بخاطر می ارزان تر از تیل ایرانی است و تیل گدواد است. ما تجار هم کوشش میکنه که این نرخ دیگه هم بشانه. خمون تا هفته به هفته در یک روز شانده نمیشه و هفته به هفته نرخ میشانه. شکایت ها از بهای بلند مواد نفتی در حالی است که چند پیش مسئولان حکومت سرپرست از عقد قرارداد نفتی با روسیه به خاطر کاهش بهای مواد نفتی خبر داده بود. اداره محیط زیست ولایت بامیان از هفته جهانی تغییر اقلیم گرامی داشت کرد. مسئولان این اداره میگویند در یک سال اخیر مناطق مرکزی بیشترین خسارات را از ناحیه تغییرات اقلیمی متحمل شدند. آنان همچنان با اشاره به خشکسالی و سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر در سال جاری گفتند افغانستان بیشترین خسارات را از ناحیه تغییرات اقلیمی متحمل شده و در آینده ها نیز این وضعیت نگران کننده است. رانش زمین، جاری شدن سیلاب ها و بارش باران به موقع معضلی که در یک سال گذشته حداقل نیم از ولایت کشور به آن دست و پنجه نرم کرده. اینجا در بامیان مسئولین اداره محیط زیست تا مراسم این وضعیت را مورد بررسی قرار دادند. میگویند در یک سال اخیر مناطق مرکزی بیشترین خسارات را از ناحیه تغییرات اقلیمی متحمل شدند. کشورهای صنعتی تغییرات اقلیمی را با بار آورده، یک بحث جهانی هست، ولی متاسفانه افغانستان به نحوی از این مشکلات متاثر هست، مخصوصا در نقاط مرکزی افغانستان و بامیان. شما امسال سیلاب ها را، باران های شدید را در جریان هستین. از طرف رسانه شرکت کنندگان هم از فعالیت های مخرب محیط زیستی توسط کشورهای غربی و صنعتی انتقاد کردند. آنان میگویند غرب تنها در شعار برای حفاظت از محیط زیست تلاش میکنند. عدالت در کجایی وجود دارد؟ اینا با ابزار تکنولوژیکی با قدرت‌های خودش هم عامل هست و هم از این که صدا میکشه. چه رقم صدا کشیدن از کدام؟ حالا عملا کنفرانس های ملل متحد از چی سیاسی باشه، چی اقتصادی باشه، چه محیط زیستی، چه اکولوژیکی باشه، عملا ارزش و ماهیت خود از دست داده. موضوع سیاسی همه جا را در چه؟ زیر تاثیر خود قرار داده. این فاکتوری اساسی است اینجا. اگر یک وقتی میخواهیم ما در هستی و در این عالم تصرف نماییم، تصرف ما عادلانه باشد. و اگر تصرف ما و تسخیر ما عادلانه نباشد، برمیگردد که بعد وقتی عادلانه نبود قطعا ظالمانه است. یه در غم کی مبتلا کده، یه حقوقی بشر مبتلا کده.
که دعوی حقوق بشر داره خو مردم ما شما را تباه و برباد کرد. شعار امسال به مناسبت هفته جهانی تغییر اقلیم، اقلیم صحت و عدالت است. عدالتی که همواره از سوی کشورهای صنعتی نقض شده. و حالا بیننده چند خبره کوتاه باشید. سفارت ژاپن در کابل فعالیت دیپلماتیکش را به گونه محدود از سر گرفته است. وزارت خارجه ژاپن اعلام کرده که سفارت این کشور در کابل پس از گذشت بیش از یک سال وقفه دوباره به طور محدود فعالیتش را آغاز کرده. با این حال ژاپن گفته برای از سرگیری فعالیت کامل سفارتش در افغانستان گزینه‌های مختلف را بررسی خواهد کرد. برنامه جهانی غذا بار دیگر وضعیت اقتصادی و فقر در افغانستان را نگران کننده خوانده و گفته در حال حاضر از هر 10 نفر 9 نفر آن قادر به تهیه غذای کافی نیستند. برنامه جهانی غذا گفته به 21 میلیون نفر که با عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند در سراسر این کشور رسیدگی شده، اما به گفته آنان این کمک ها کافی نبوده است. از سوی هم سازمان ملل گفته حدود 20 میلیون شهروند افغانستان با گرسنگی مواجه بوده و نیاز به کمک دارند. در پی سقوط یک موتر تیز رفتار در رودخانه آمو یک نفر جان باخت و دو تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها در این حادثه دو کودک و دو زن نیز ناپدید شدند. گفته شده این حادثه از زمان رخ داد که موتر نوع سراچه از ولایت قندوز به سوی ولسوالی شکی بدخشان در حرکت بود و به دلیل بی‌احتیاطی راننده و خرابی جاده از مسیر منحرف و در رودخانه آمو سقوط کرده است. نزدیک به 2000 قاری قرآن و دانش آموز علوم دینی از مدرسه الفلاح در کابل فارغ شدند. مسئولان در این مدرسه قرآنی میگویند هدف آنها ترویج علوم قرآنی و آموزه‌های دینی برای بانوان است. در این مراسم گفته شد در طول 16 سال گذشته از این مدرسه 13000 دانش آموز در رشته‌های مختلف قرآنی و علوم دینی فارغ شدند. همکارم زهرا موسوی به این موضوع پرداخته است. چهاردهمین دور فراغت دانش آموزان قرآنی و علوم دینی، تعدادشان به 2000 نفر می رسند و از مدرسه الفلاح کابل فارغ شدند. گرفتن این مدارک تحصیلی یعنی این دانش آموزان دوره های مختلف قرآنی و علوم دینی را آموزش دیدند به هدف ترویج علوم قرآنی و مبانی اسلامی در جامعه. محفل فراغت 2022 تن در 22 بخش که در مدارس اوناسی الفلا تدریس میکنن، قاعده ناظری قرآن عظیمشان، حفظ کامل قرآن عظیمشان، تفسیر شریف، ترجمه لفظی قرآن عظیمشان، بخش حدیث نبوی. فارغین این مدرسه دینی هم از آرزوهایشان میگویند، آرزوهایی که حالا با پشت سر گذاشتن یک دوره تحصیلی به نظر میرسد به آنها نزدیکتر شدند. میگویند از فراغتشان خوشحالند و برنامه‌های زیادی برای آینده خود و جامعه دارند. و ما می‌خواهیم که همیشه می قسم یعنی علم دین پیشرفت کنیم و می‌خواهیم زیادتر از این بخوانیم و این علم دین انسان واقعا به این جایگاهی که خود انسان حتی نمی‌فهمه به اون جایگاه بلند انسان می‌رسانه. و هدف ما است که اگر خواسته باشم توانمندی در وجود ما باشه، ما یک نهاد ساخته بتانم که توسط از این مدرسه ما قدر پیشرفت کردیم که مثلا خود مدیر مدرسه است استاد زرسان گسافی که در عرصه شاگرد خیلی زحمت می‌کشه، خیلی کوشا است، در هر بخش زحمت می‌کشه، یعنی به خرد کلان مدرسه اهمیت قائل است، ارزش میتوانند از اون یک شخصیت شم. شماری از فارغان این مدرسه میگویند قرآن معجزه بزرگ پیامبر گرامی اسلام است و برای مسلمانان درس ها و پیام های بزرگی دارد. قرآن به ما مختن رای دین، رای دعوت، رای گسترش اسلام که وظیفه ایمانی و وجدانی هر مسلمان است و بالایش فرض است که علوم دین بیاموزه. و همچنان الله متعال درجه و مقام کسی را که علم میاموزه، خصوصا علم دین، علوم دین میاموزه، میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. در این مراسم همچنین گفته شد قرآن بهترین راهنمای مسلمانان برای زندگی است. امت اسلامی باید با یادگیری و ترویج علوم قرآنی زمینه را برای زیست جمعی همراه با معنویت فراهم سازند.
ترمینال هرات روزانه میزبان صدها نفر برای عبور از مرز است، جایی که مسافرین از ولایت مختلف ابتدا به هرات و سپس راهی ایران می شوند. باشندگان این ولایت اما خواهان انتقال ترمینال های مسافربری به مکان خلوت و خارج از شهر هستند. آنان می گویند موجودیت ترمینال های مسافری داخل شهر چالش های زیاد را خلق کرده و حکومت باید طرح انتقال را در کوتاه مدت عملی کند. عبدالله اخلاقی از هرات گزارش می دهد. ترمینال های مسافربری در هرات عمدتاً در مناطق شلوغ شهر و مزدحم. باشندگان هرات خواهان انتقال ترمینال های مسافربری به مکان های خلوت‌تر و غیر مزدحم هستند. ترمینال از نظر ما یک جای معیاری لازم داره که باید جای معیاری باشه. من چند دفعه به ترمینال رفتم، حتی موتورها بسیار ازدحام است، حتی درست صحیح نمیتونم او مسافرینی که بخواهد مسیرها را طی بکنه جا را پیدا بکنه. حکومت باید در زمینه باید تلاش بکنه، باید زحمت بکشه تا یک ترمینال معیاری بسازه. هرات از ولایت های مرزی کشور است و رفت و آمدها و تعداد ترمینال های مسافربری هم در این ولایت بالاست. چالش های اقتصادی باعث شده روزانه تعداد زیادی به قصد ترک کشور وارد این ولایت شوند. ما اشیندن بیامانیم که به امید خدا بریم به مرز نیمروز گوچاقی میریم. مدارک نداریم به دلیل از اینکه پاسپورت نیه. خب به زی خاطر میریم که به امید خدا بریم به ایران کار کنیم. بحث دیگر اما چالش های فراراه شرکت های مسافربری در هرات است. برغم تأمین بودن امنیت، خرابی سرک ها باعث شده حادثات ترافیکی و خسارات هنگفت مالی روی دست صاحبان شرکت های مسافربری قرار بگیرد. دلیل علی امنیت صحیح است خو؟ از سابق قطعه ما شوام در امیرم، میرم هیچ مقصد دو زاوی چیزا نیست، من طرح خراب است. راز کندار و کابل خوبی خراب است، لین ایرات و کندار کمی جور است. حکومت پیشین افغانستان طرح انتقال ترمینال های مسافربری به جنوب هرات را روی دست داشت. این روند اما بنابر چالش های موجود و عدم مدیریت درست همچنان عملی نشد. در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، اختلاف‌ها میان جمهوری‌خواهان برای ادامه کمک‌ها به اوکراین تشدید شده است. رهبر اقلیت جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان این کشور هشدار داده در صورت پیروزی این حزب به اوکراین چک سفید نخواهند داد. در عین حال شمار دیگر ما گفتند حمایت از اوکراین در برابر روسیه فراحزبی است و ادامه خواهد یافت. همزمان رئیس جمهوری اوکراین از جهان خواست بر روسیه حمله کنند. تشدید حملات روسیه به تأسیسات زیربنای اوکراین. روز گذشته مسکو با دست کم 33 فروند موشک تأسیسات زیربنایی و انرژی اوکراین را هدف قرار داد. حملاتی که باعث شد بخش های بزرگ این کشور در تاریکی فرو برود و آب برخی مناطق نیز قطع گردد. غربی ها احتمال حمله اتمی روسیه علیه اوکراین را همچنان زیر ذره بین دارد. ولادیمیر زلنسکی نیز این روایت غرب را تکرار می کند. او از جهان خواست اگر رهبران روسیه دست به چنین حمله بزنند، جهان نیز باید آنان را آماج قرار دهد. جهان باید به روس ها بگوید اگر به جاده بانکوآ که دفتر رئیس جمهوری در آن واقع است حمله کنند، به جایی که هستند حمله خواهد شد. فرقی نمی کند که اوکراین عضو ناتو باشد یا غیر ناتو. نباید هیچ کس اجازه داشته باشد که مانند یک تروریست باجگیری کند. همزمان غربی ها به شدت در حال تجهیز ارتش اوکراین برای جنگ با روسیه هستند. دستاوردهای اخیر کیف علیه ارتش روسیه هم به خاطر کمک‌های آمریکا و اروپا است. حالا با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات میان دوره آمریکا، زنگ خطر برای اوکراین به صدا درآمده. جمهوری‌خواهان برای ادامه کمک به دولت زلنسکی به دو دسته تقسیم شدند. دسته اول به شمول کوین مک‌کارتی رئیس اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا گفتند مردم در رکود اقتصادی اند و چک سفید برای اوکراین نخواهند نوشت. دسته دوم اما تاکید کردند حمایت‌ها از جنگ اوکراین در برابر روسیه فراحزبی است. اکثریت جمهوری خواهان از اوکراین حمایت می کنند. ما حمایت فراحزبی از اوکراین و جنگ این کشور علیه روسیه داریم.
از زمان آغاز جنگ روسیه در ماه فوریه آمریکا تقریبا 60 میلیارد دلار کمک نظامی، اقتصادی و بشردوستانه به اوکراین را تایید کرده، بدون در نظر داشته این که این کمک ها به دست چه کسانی می رسد. تسلیحاتی که به اوکراین داده می شود باید به دست آنها برسد. ما می دانیم که در اوکراین فساد گسترده وجود دارد. جمهوری خواهان مدت هاست که از اتحادیه اروپا می خواهند سهم بیشتری در حمایت از اوکراین داشته باشد. این حزب استدلال می کند تهدید روسیه علیه اوکراین برای اروپا خطرناکتر است تا آمریکا. با انتخاب شی جینگ پینگ برای سومین بار به عنوان رهبر حزب کمونیست، آقای شی قدرتمندترین فرد چین شد. رئیس جمهور چین گفت بیجینگ در دوره جدید درهای خود را بیش از گذشته برای جهان باز خواهد کرد. این در حال است که چین همکنون با چالش جدایی خواهی تایوان از این جزیره مواجه است. انتخاب رئیس جمهور چین به عنوان دبیر کل حزب کمونیست برای سومین دوره پیاپی 5 ساله. حالا آقای شی پس از ماو تسه‌تونگ بنیانگذار حزب کمونیست، دومین رهبر با نفوذ و تاثیرگذار این جریان است. در پایان 20مین کنگره این حزب، شماری از مهره‌های وفادار به شی جینگ پینگ هم در کمیته 7 نفره دفتر سیاسی حزب انتخاب شدند. چین نمیتواند بدون جهان توسعه یابد و جهان هم به چین نیاز دارد. پس از 40 سال تلاش مداوم برای اصلاح و گشودن درها، دو معجزه در کشور ما رخ داده: رشد سریع اقتصادی و ثبات اجتماعی پایدار. چین درهای خود را برای سایر نقاط جهان بازتر خواهد کرد. انتظار می رود که ابقای او در رهبری حزب کمونیست، ریاست جمهوری این سیاستمدار پرقدرت 69 ساله را نیز در پی داشته باشد. اتفاقی که قرار است 5 ماه بعد در نشست سالانه قانونگذاری دولت بیفتد. حزب کمونیست بر رهبری شی مخالفت های عقیدتی و مذهبی را تحمل نمی کند و به هیچ حزب مخالف اجازه فعالیت نمی دهد. مثل این رویداد که روز گذشته رئیس جمهوری سابق چین در حضور شی به زور از سالن اخراج گردید. شی یک پیام میفرستد که او قاطعانه قدرت را کنترل میکند و هیچ مخالف را تحمل نخواهد کرد. با تحکیم هرچی بیشتر پایه های قدرت آقای شی، ادعای ارضی او محکمتر خواهد شد و برای الحاق جزیره تایوان بیش از پیش تلاش خواهد کرد. حتی با وجود حمایت‌های همه‌جانبه غرب بر رهبری آمریکا از این منطقه خود مختار. ما متحد هستیم آنچه را که در توان داریم انجام دهیم تا مطمئن شویم تایوان به طور واقعی از خود در برابر هر حمله دفاع کند. چین تحت زعامت شی همچنین با فرار شرکای تجاری مواجه خواهد بود، از جمله اتحادیه اروپا که در تلاش است وابستگی خود به این کشور را کاهش دهد. شی علی رغم قدرت بدون حد و حصر خود در طی 5 سال آینده با چالش‌های بزرگی از جمله مدیریت اقتصاد این کشور و رقابت فزاینده با ایالات متحده مواجه خواهد بود. و حالا پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل آفتابی 24-4، بامیان آفتابی 15-2، جلال آباد آفتابی 31-14، غزنی آفتابی 20-3، قندهار آفتابی 28-11. قندوز نیمه آفتابی 23-10، لشکرگاه آفتابی 30-13، مزار شریف آفتابی 21-11، نیلی آفتابی 22-4، هرات آفتابی 28-11. اسلام آباد آفتابی 28-13، تهران بارانی 25-16، دبی آفتابی 33-25، دهلی آفتابی 31-17 و مکه آفتابی 37-27. در پایان مرور دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
بازگشت صدها فعال سیاسی و اجتماعی طی 6 ماه گذشته به کشور. منتقدان میگویند بدون آغاز یک گفتمان ملی برگشت سیاسیون به کشور هیچ فایده ندارد. میگن ما دور برای 200 نفر دعوت کردیم برگشتن به افغانستان. یک چیزی هست که فقط یک مصرف گزارشی داره اما واقعیت نیست. نگرانی نهادهای بین‌المللی از فقر فزاینده در افغانستان. برنامه جهانی غذا با هشدار گفت از هر 10 نفر در افغانستان 9 نفر قادر به تهیه غذای کافی نیستند. و اختلاف و دو دستگی میان جمهوری خواهان امریکا بر سر ادامه کمک به اوکراین. همزمان ولودمیر زلنسکی از جهان خواست بر روسیه حمله کنند. جهان باید به روس‌ها بگوید اگر به جاده بانکوآ که دفتر رئیس جمهوری در آن واقع است حمله کنند، به جایی که هستند حمله خواهد شد. به پایان بسته خبری این ساعت رسیدیم. سپاس از همراهی شما خوبان. تا دیدار بعد، بدرود.